یک سری ایرانیان در مقابل پارلمان کانادا در اتاوا تحسن کردند در اعتراض به جمهوری اسلامی و ببینید درود به شرف هموطنان تو این سرما نگاه کنید بعد میگن عزیزان خیلی عزیزان میگن تو ایران هوا سرد شده ما نمیتونیم بریم تظاهرات ببینید هموطنان شما چه کردن هموطنان شما تو این سرما که اسکیمو رو میاری اونجا میگریزه از این سرما فرار میکنه رفتن نشستن جلوه پارلمان کانادا ببینید اعتراض اعتصاب زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی این عزیزان آزاد. رفتن صدای شما شدن هموطن هم. صدای شما شدن شما باید در داخل نشون بدید که ارزش این پشتیبانی ها رو دارید ارزش این رو دارید که چندین هموطنتون برن اونجا تو دمای منفی 20 درجه کانادا قطب شمال جلو پارلمان بنشینند و برای حق شما اعتراض کنن در کنار شوفاش خوابیدن و به قولی پیام دادن زیاد ارزشی نداره گرچه گرچه جمهوری اسلامی دوستان حالا اومده و دیگه چیکار میکنه من بهتون گفتم الان چند نفر به من این خبر زدن که اومده لایک رم نگام تو اینستاگرام کی به کی لایک زده و ف... چیز میکنه وزارت اطلاعات طرف میخواد ببینید جمهوری اسلامی اول و آخر سراغ همه،, همه ماها خواهد اومد نمیخوام بگم همه شما همه ماها داخل خارج این ور اون ور سراغ هممون خواهد اومد چه بهتره که ما اول سراغش بریم چه بهتره که میدونم این حرفا شاید غیر منطقی باشه ولی دنیا رو زیاد بر اساس منطق نساختن به جای اینکه اون بیاد سراغ ما ما اول باید بریم سراغش ما باید قافل گیرش کنیم ما باید ضربه ای اساسی رو بهش بزنیم ضربه اول ما باید بزنیم تا گیج باشه الان یه خورده فضا ساکت شده رفته دنبال لایک زدن ها کی لایک زده تو این استاگرام فرقی نداره برای جمهوری اسلامی تو یه لایک بزنی یا بلنشی بری مثلا مثل دلاور پهلوان مجید رضا رهنور مثلا چند تا رو خونسا کنی براش یکی هست پس بهتره که این 28 هم 29 هم و 30 هم یک قیام بزرگ ما از خودمون نشون بدیم نشون بدیم زنده هستیم نشون بدیم جلوتر بریم سراغ جمهوری اسلامی